الان خبرها حاکی از اینه که گویا جیش العدل مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، درسته؟ بله، جیش العدل اعلام کرد که این حمله توسط مبارزین جیش العدل صورت گرفته. اما اگر ساعت رو به عقب برگردونیم، 8-9 ساعت پیش، مشخص نبود که آیا واقعا این حادثه یک حادثه ساختگی هست که فشار بیشتری رو روی مولانا عبدالحمید و مسجد مکی بذارن و در آینده به عنوان مثال اعلام کنن که ما اجازه نمیدیم در مقابل این کلانتری نماز جمعه، یعنی در مصلا که اونور چهارراه این کلانتری هست، نماز جمعه صورت بگیره. در نتیجه همه این گمان زنی ها در فضای مجازی بود تا اینکه بعد من جیش العدل واقعا به کمک جمهوری اسلامی اومد و گفت که این کار رو ما کردیم، که من خودم تعجب میکنم، چون جیش العدل ادامه دهنده راه جند الله هست و در طی بیش از 20 سال که من مسائل جیش العدل و جند الله را واقعا دنبال میکردم، وقتی عملیاتی که شکست بخوره معمولا اونها بلافاصله اعلام نکردن، ولی واقعیت اینه که این عملیات جیش العدل امروز که 4 نفرشون کشته شدن و 2 نفر از طرف مقابل کشته شد، عملیات موفقیت آمیزی نبود و علت اینه که اعلام کنن ما بودیم، علارغم اینکه فشار بسیار زیادی علیه مولانا عبدالحمید ایجاد شده، بقیده من حرکت درستی نبود.